به نام خدا و عرض سلام خدمت تمام شما عزیزای دل، چی در داخل کشور هستین و چی در بیرون کشور هستین، سلام به تک تکتان تقدیم میکنم. خدا کنه جور صحت سلامت باشین. دوستای عزیز، ما امروز تصمیم به این گرفتیم که با وجود که برنامه های ما را شما دوستا میبینین و یک برنامه جدید دیگه آماده بسازیم، البته برنامه است که دیدار از ترکیه. دیدار از ترکیه برنامه جالبی است و دارای چند بخش است که البته امروز بخش مارکت های کشور ترکیه است و شهر ازروم که یکی از شهرهای است که البته از انقره که پایتخت کشور ترکیه هست تقریبا 12 ساعت دور است و ما توانستیم که این شهر هم کاور کنیم و خدمت شما دوستای عزیز با معرفی بگیریم. دوستای عزیز تا آخر برنامه با ما باشین. Selamun aleyküm. Ben Türkiye'nin Erzurum eyaletinde yaşayan bir Türk gencim. İlk önce Afganistanlı kardeşlerimizi sevdiğimizi belirtiyoruz. Bizde dil, din, ırk, mezhep herhangi bir farklılık seçmeden Müslümanlığın bize getirdiği en önemli özellik olarak din kardeşliğini benimseyip bütün kardeşlerimizi sevdiğimizi Türkiye'den, Erzurum'dan belirtmek istiyorum. Herkese sevgiler, saygılar. سلام علیکم. من عرفات محمدی هستم، از بخچه کابل هستم. 7 سال اینجا هستم، 7 سال بعد 7 سال هستم دیگه شغل ندارم. اینی شغلم است. کسی خیاطی باشه میچل اینجا کارش شغل است. خیاطی، مستری، همین دو تا کارش خوب است. بعد دیگه کار نمیچل. زبانم نمیفهمی، برای سخت اینجا. من 8 سال اینجا هستم. اینجا زندگی برای افغانی ها سخت دارم.
مشکل کسی زبان یاد ندارن مشکل برش سخت است. مثلا که افغانی ها خوب است رفتارش، کار نداره، هیچ مشکل نداره، مشکل که زندگی چون آسان است، کار نداره، آرام، مشکل هیچ کار شب روز بیایی کار نداره، کسیشان رفتار خوب میکنه، کمک میکنه، زندگی برشان خوب است. اما با اصول رفتان سخت است. چند سال دیگه بیشینیم کیس هم معلوم نیست اینجا گفتن کیس بده بر خاطر کیس تایش 6 سال 7 سال میمونه مردم 10 سال است 10 سال است کشوریش تا الان نمیدن. مثال اینجا مثال بریم آنکارا استانبول خیاطی میچاله هر کار میچاله بر افغانی هر کار است. اینجا دیگه این شهر از روم است بر افغانی خوب است، یک شغل مثال کمکی است برایشان، کمک میکشه، اذیت نمیکنه، ترکای خوب است، مسلمان است. اینطور نیست مثلا چیز واره ایران واره نیست قیدی گیری کنه بزنه راز مارز کنه، نه کار نداره، تنها مجارت ها را اذیت میکنه. افغانی ما روزی 30 لیر 40 لیر میشه، از یادتر نمیشه. زمستان با اینجا سخت است، کار کردنش سخت است، برف بارش است، مشکل اینجا مشکل سخت است. نه دیگه اینجا اینجوری است. با یک من با یک افغان میگم که خودت بدبخت نکنین، شغل داشته باشین، خیاطی مستریگری میچاله، اما شغل دیگه یا چیز نداشته باشی کار نمیچاله. اون که یک ترک شریکی باشی مثلا یک مغازه یک رنگ ماچیست میچاله.
همه چیزی که پیدا میشه. بعضی از دوستای ما گفته بودن که چیزهای جنسی که در افغانستان است در ترکیه پیدا نمیشه و البته در شهرهای دیگه تو ترکیه که یعنی مانند استانبول است در اوجه پیدا میشه و در این شهر نمیشه. نه دوستای عزیز در این شهر هم پیدا میشه که خوشبختانه امروز در دکان جمشید جان آمدیم که همه چیز در دکان موجود است. تا آخر برنامه ما را همراهی کنین و میریم میبینیم که جمشید جان خودشان چی گفتنی دارن. بینندگان عزیز، ما همی اکنون در کنار ما جمشید جان قرار داره. خواستیم که از اینا پرسان کنیم و ببینیم که چند سال است که اینا در ترکیه زندگی میکنن و بالخصوص در شهر ایزروم و چی گفتنی های دارن از دان خودشون مشنویم. دوست عزیز، خدا اول البته بر ما معرفی سیده که برای بینندگان ما معرفی که خدا. بله، سلام علیکم. خوب هستین جان؟ جور بخیر. ما خودم از کابل هستیم دیگه، تقریبا 4 سال شد که ما در ترکیه تشریف داریم. البته یک 2 سال میشه که دکانداری مصروف دکانداری هستم دیگه. این بعض لوازم های خوراک کباب است، مثلا دیگای منتوس و دیگای بخار وطنی ماستک، برنج های سیلی اول وطنی خود ما شما اینجا هستک، همه چیز دیگه یافت میشه، هستک همه چیزا هستک. جمشید عزیز، در این مدت 2 سال که خودت مصروف دکانداری هستی و بعض از دوستای ما گفته بودن که غیر از شهر استانبول در دیگه شهرهای ترکیه اقسام جنسای افغانی پیدا نمیشه، این امروز که ما میبینیم که ماشاءالله در دکان خودت حتی سنجت هم دیده میشه و نقل بادامی هم دیده میشه، دیگه از جنسای افغانی چی شما از کجا وارد میکنین؟ از استانبول میرین یا سیده از افغانستان میتلبین؟ بله، چی هست که مالا را تجارا وارد میکنن داخل استانبول، بعد ما از استانبول سفارش میتیم برای ما هرچه ضرورت باشه، چیزی که ببینیم که اینجا مردم ما چی ضرورتشون هستک اونا را برشان میتلبیم، اونا ما میان اینجا میگیرن میرن. جمشید جان، ایده ای شهر مدت 2 سال که خودت مصروف دکانداری هستی، چقدر افغان زندگی میکنه و وضعیت افغان ها در این شهر چه قسم است؟ والا وضعیت مهاجرین افغان کستک اینجا دیگه خوب هستک، اونا مثل افغانستان ورست دیگه کلایی دم کاربار مصروف هستن، کار میکنن و اونم خرچ یک مصرف خانواده فامیلی گپاره تایم میکنن دیگه. یعنی بعض مشکلات ها هست دیگه برای چی برد بگویم. جمشید جان، شما چی در این مدتی که فعلا مصروف دکانداری هستین و گفتین که چند سال است که البته به ترکیه آمدین، شما کدام درخواست یا کدام پناهندگی به دفتر سازمان ملل متحد دادین یا خیر؟ بله، درخواست به دفتر ملل متحد دادیم، برگام ما را دادن دیگه. اصلا دیگه تا فعلا از هم پرونده و گپای ما کدوم گپ نشده. قراره که ما معلومات حاصل کردیم، گفتن که تقریبا 7000 نفر از شهرهای دیگه ترکیه رفتن به طرف اروپا و امریکا، آیا از این شهر هم کسر روان کرده؟ شما معلومات دارین دیگر سا؟ بله، او همی کسی که چیش میشه اونو میبره، همی به حساب همی کیسشان میبره، اونا در اینجا هم چند فامیل هست که نمیال آماده هستن که طرف امریکا میرن. خب، تشکر از شما جمشید عزیز. ما بسیار خوشحال شدیم که امروز در دکان خودت آمدیم و اقسام جنسای افغانی رو میبینیم، بسیار خوشحال شدیم. اگر شما در اخیر کدام پیام داشته باشین به نیست یک افغان برای دیگه افغانای ما که در شهرهای ترکیه زندگی میکنن و در دیار غربت هستن، چی پیام دارین برای زنان؟ ولی دیگه کسی که در شهر در ترکیه آمده دیگه، خب همه اگه مردم هاست دیگه، خب پیشتر براتون عرض کردم که کلایی دیگه مثل افغانستان ورم کار میکنن و زحمت میکشن و شب و باطی فامیلای خودون رو تعیم میکنن برشان میرسن دیگه، کدوم گفتنی خاص نیست دیگه. من تو اهمیت درست است یک مردم و چیز که در آرام است، کدوم مشکلات اهمیتیت نیست دیگه، شب میگردی روز میگردی کس مزایمت نداره، مملکت مسلمانی است، خوب است.
بسیار تشکر از شما. دوستای عزیز، شما طبق معمول که میبینین که امروز در دکان جمشید جان افغان هستیم که اینا یکی از دکاندارای ما هستند که فعلا دو سال از دکانداری میکنن، و در کنار ما امروز یک جوان دیگه هم نشسته که البته با ایشان معرفی میشیم، خدا به زبان خود البته معرفی میکنن که ما هم با ایشان آشنا شویم و شما بیننده هم آشنا شوین. دوست عزیز سلام، خوب هستین؟ خیرتی است حتما. خدا برای بیننده ما معرفی کنه. اسمم هارون هستم، من میجادم ترکیه، میشار ارزروم میجا ما میشینیم زندگی میکنیم با فامیل خود. دیگه از شهر قندوز هستم، دیگه از دینمی ولایت ارزروم. تقریبا ما 4 سال میشه که اینجا هستیم زندگی میکنیم. در 4 سال شما مصروف کدام کارا هستیم؟ در 4 سال یه مصروف کاروبار، دیگه هر کار که مثلا شده اونجا رفتیم، دیگه مثلا کارهای در اینجا در مغازه که بودن یگان کارهای دیگه بود رفتیم اونجا کاروبار کردیم. دیگه باز یگان دفعه میشکم از خاطر کرونا، دیگه حالا یک ذره کل جای بند شده، دیگه کاروبارم بند بود. یعنی میاد چند وقت میشیم، چند روز میشه که پس یک ذره رخصتی ها خلاص شده دیگه از این کرونا، پس اگه شد کدام جای کاروبار حالا فعلا بیکار هستیم دیگه. من از یک جوان افغان چی پیام دارین برای دیگه افغانایی که در دیار مسافرت هستن و در افغانستان هستن، چی پیام دارین برای اونا؟ برای اونا این پیام ماست دیگه که مثلا اون اگه کسی زیادترشان هم جوان ها میگن که طرف ترکیه میریم و این ترکیه می نمی زندگی است که مثلا اینجا میای، هر کس که میای این ترکیه هم اینا می کاروبار هست، اینا تو کار میکنن دیگه، زندگی خود هم میچلانن، هم فامیلشون هست که دم موتور مثلا در افغانستان پیسه رایی میکنن و چی میکنن دیگه، میدیم کاروبار اینجا هم اینا موتور هست دیگه. مثلا بسیار تشکر شما، قربان تان، تشکر، تشکر. سلامت باشید. دوستای عزیز، در پالی ما البته دگروار صاحب هم نشسته، خواستیم که یک سلام کلام با ایشان داشته باشیم. دگروار صاحب محترم سلام. سلام، خوب هستین؟ سر شما خوب است؟ سلام با شما و از تک شما برای بینندگان. تشکر، سلامت باشین. دگروار صاحب در قدم نخست برای ما و بیننده خود معرفی کن. اسم ما محمد عزیز است، یک تن از افسرهای متقاعد وزارت دفاع، خیلی خوب، و فعلا مهاجر مقیم شهر ازروم. خیلی خوب. دگروار صاحب چند سال است که در ترکیه زندگی میکنی و در این مدت سالهایی که زندگی کردی مصروف چی کارا بودی؟ البته در افغانستان که یک افسر نظامی بودی، و در این ترکیه فعلا مصروف چی کارا هست؟ مدت 4 سال میشه که ما در شهر ازروم هستم، و در این مدت اصلا بعد از اینکه تقاعد کردیم خیاطی نظام میگیریم، فیلن در ایجا ترمیم کاوچو و پشکاری کاوچو مستعمل اینه را میگیریم و تبدیل میگیریم. چی پیام داری برای افغانایی که در ترکیه هستن و کسایی که در افغانستان هستن و کسایی که در دیار مهاجرت و دیار مسافرت زندگی میکنن، چی در اروپا چی در امریکا، برای از اونا چی یک پیام داری؟ خب برادر محترم، ما شما درد ما همه یه مشترک است. امروز برای برادرهایی که مهاجر هستند در هر کشور و هر جایی که هستند، یعنی همبستگی خود باید حفظ کنند، و خود افغانستان برای برادرهایی که و هموطنهایی که در افغانستان زندگی میکنند، پیام مهمی است که همبستگی، اتفاق و از قوم پرستی دور باشند. بسیار زیاد تشکر دگروار. از شما هم تشکر. بسیار خوشحال شدیم از شما. سلامت باشین. سلام.
Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Türkiye'yi gezdirdik Hamit Bey'le. Ben bir kameralı olduğumu hiç düşünmezdim. Bugün beni Hamit Bey kamera için getirdi. Ben kameralıyı iyi yaptım ve iyi ama ben o işi bilmezdim ama bu işi bugün çözdüm. Ve ben bugün bir kameralı oldum arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı unutmayın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, videolarımızı takip edin.